سلام میکنم به همه شما عزیزانی که در این وقت به تماشای این برنامه نشسته اید. در این بعد از ظهر یک شنبه به تماشای این برنامه نشستید. من میلاد رسای منش هستم و در یک ساعت پیش رو یک برنامه زنده از سری در واقع مجموعه تولیدات سازمان جوانان کمونیست رو به شما عزیزان تقدیم میکنم. در واقع در این برنامه موضوعی که انتخاب کردیم برای پردازش و صحبت پیرامونش بحث در واقع اینترنت هست و استفاده از شبکه های مجازی در حاکمیت جمهوری اسلامی. خب پیرامون این در واقع این موضوع بحث های مختلفی سابقا بوده. مقامات جمهوری اسلامی بارها سعی کردن به نوعی از طریق تکنولوژی ها و در واقع سرمایه گذاری در این حوزه سعی بکنن به نوعی فضای مجازی رو کنترل بکنن و اجازه ندن که کاربران و در واقع ایرانی هایی که از شبکه اینترنت دارن استفاده میکنن به اون سبک و سیاقی که خودشون در واقع تمایل دارند بتونن از شبکه های مجازی و اینترنت و حالا کانال هایی که در موبایل ها الان باب هست مثل به عنوان مثال تلگرام استفاده مد نظرشون رو بکنن. در این برنامه در واقع سعی خواهیم کرد به این موضوع بپردازیم که چرا واقعا حاکمیت جمهوری اسلامی اینقدر هزینه میکنه، طرحهای مختلف میده، این طرحها چقدر تونسته در واقع مردم رو کنترل بکنه و آیا واقعا مردم تحت تاثیر در واقع قرار گرفتن و آیا از فعالیت و رغبت مردم برای استفاده از این شبکات با توجه به طرحهایی که حاکمیت جمهوری اسلامی گذاشته کم شده. بعد ادامه سعی خواهیم کرد بپردازیم به نقش این شبکات در سازماندهی و در واقع گردش آزاد اطلاعات و اینکه خب حالا چطور در کاربران و در واقع مردم میتونن استفاده بکنن از فرصت و ظرفیتی که شبکه های اینترنتی و مجازی در اختیارشون قرار میده برای اینکه خواسته های خودشون رو در واقع به حاکمیت دیکته بکنن. میتونید با ما تماس بگیرید از طریق فایل صوتی یا اینکه روی خط بیان یا فایل کتبی خودتون رو برای ما بفرستید و در این برنامه دخالتگری بکنید. راه های تماس با ما در پایین صفحه میبینید. شماره تماس ما هست 2046-73-96-81-43-8. با این شماره میتونید تماس بگیرید. همچنین که گفتم میتونید از طریق در واقع تلگرام پیام صوتی خودتون رو بفرستید و به نوعی در این برنامه دخالتگری بکنید. منتظر پیام های شما هستیم. به محضی که پیام به دست ما برسه حتما در برنامه پوشش خواهیم داد. یک اینترو خواهیم دید که بحث رو به نوعی باز خواهد کرد. در ادامه برمیگردیم به استودیو و برنامه رو ادامه خواهیم داد. با ما همراه باشید. فریدوم هاوس، خانه آزادی، گروه مدافع حقوق بشر مستقر در واشنگتن در گزارش خود که 12 فروردین منتشر شد اعلام کرد که کارنامه ایران از نظر رعایت آزادی اینترنت در شرایط بسیار نامطلوبی قرار دارد. خانه آزادی در گزارش خود زیر عنوان آزادی در اینترنت کارنامه 15 کشور را بر مبنای موانعی که برای دسترسی به اینترنت، محدودیت محتوا و نیز نقض حقوق کاربران اینترنت ایجاد می‌کنند ارزیابی کرده است. خانه آزادی که سازمانی غیر دولتی بوده و خود را موظف به مراقبت از حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در سراسر جهان می‌داند، در این گزارش درباره ایران آورده است: امروز کسانی که کاربر اینترنت هستند در محیطی فعالیت می‌کنند که مطالب اینترنت به ویژه اخبار و تحلیل‌های سیاسی داخلی فیلتر می‌شود و ضمناً از حربه ارعاب، بازداشت و شکنجه علیه بلاگ نویسان، روزنامه‌نگاران و فعالان اینترنتی استفاده می‌شود. خانه آزادی می‌افزاید هم بیان اینترنتی و هم غیر اینترنتی ممکن است در صورتی که موهن به اسلام، منتقد رهبران و نهادهای مذهبی، محرک نارضایت عمومی یا مروج رفتار غیر اخلاقی شناخته شود، مشمول مجازات شود. در ایران که اندکی بیش از 70 میلیون جمعیت دارد، حدوداً 18 تا 23 میلیون کاربر اینترنت وجود دارد. خانه آزادی یادآور می شود که در اکتبر 2006 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتی ایران سرعت اتصال به اینترنت را محدود کرد و به این وسیله دسترسی کاربران به مطالب مفصلتر را دشوارتر ساخت. مقامات ایران سایت های متعددی را که وقف ترویج دموکراسی، آزادی بیان و حقوق بشر بودند فیلتر کردند و به برخی از گسترده ترین انواع سانسور مطالب اینترنتی دست زدند. همچنین جمهوری اسلامی فعالان اینترنتی را از طریق انواع تعقیب و آزار قضایی و فراقانونی سرکوب کرده است.
خانه آزادی در این باره تاکید کرده است که جمهوری اسلامی ایران شمار فزاینده ای از بلاگ نویسان را مرعوب ساخته، بازداشت کرده، شکنجه داده، در سلول های انفرادی محبوس کرده و از مراقبت های پزشکی محروم ساخته. بسیار بسیار عالی. قبل از اینکه برنامه رو ادامه بدم، جا داره که در واقع معرفی بکنم همکارانم رو که در این برنامه ما رو همراهی میکنند. در این برنامه امروز در استودیو شیرین شمس با ما هست. سلام شیرین، خیلی خوش اومدی. خیلی خوشحال هستم که یه برنامه دیگر رو میتونیم با هم ببندیم و در کنار هم باشیم. منم سلام میکنم به تو و همچنین بینندگان گرامی که الان پای این برنامه هستن. امیدوارم که تا به الان اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و همچنین توی این برنامه ما رو با فرستادن پیام هاتون همراهی بکنید. خیلی متشکرم. همچنین داوود غفاری در بخش شبکه های اجتماعی. سلام داوود، خیلی خوش اومدی به برنامه. منم سلام میگم به تو میلاد، امیدوارم حالت خوب باشه و سلام میگم به شیرین و همچنین به بینندگانی که پایین برنامه نشستن و برنامه ما رو دنبال میکنن. بسیار عالی. قبل از اینکه برسیم به داوود و اینکه میدونم به هر صورت عذر میخوام شبکه های اجتماعی رو برای ما پوشش خواهی داد، نظر کاربرا رو خواهی خوند، قبلش جا داره اشاره بکنم به این خبر که مدیر مرکز فناوری اطلاعات و رسانه دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ضریب نفوذ اینترنت در ایران 53% و تعداد کاربران اینترنت در کشور رو نزدیک به 40 میلیون کاربر در واقع تخمین زده که گفته 15 میلیون نفر از این کاربران اینترنت پرسرعت دارن. بیشترین تعداد مشترکان مربوط به اینترنت پرسرعت اینترنت در واقع مربوط به موبایل هست که تا پایان آذر ماه سال 94 بالغ بر 15,913,352 نفر در کشور از این نوع اینترنت پرسرعت، یعنی اینترنتی که روی موبایل هست، در واقع استفاده کردن. طبق همین گزارش تعداد خطوط پرسرعت اینترنت ADSL نصب شده در کشور حدود 9,750,821 خط اعلام شده که خب نشون دهنده این هست که در واقع چقدر مردم و کاربرای ایرانی اشتیاق دارن برای استفاده از اینترنت، تکنولوژی و در واقع شبکه هایی که این فرصت رو به مردم میده که بتونن اونجا تبادل اطلاعات بکنن و نظرات خودشون رو به اشتراک بذارن. داوود، میدونم که خیلی این نوع خبرها همیشه خبرساز میشه، هشتگ های داغ میشه. نظر کاربرا در واقع در رابطه با این موضوعات به طور کلی چی بوده؟ این فیلترینگی که جمهوری اسلامی میکنه و در واقع کنترلی که سعی میکنه بذاره روی اینترنت، نظر کاربرا چی بوده؟ بفهمیم شبکه اجتماعی رو پوشش بدیم. خوبه که سوالات برنامه رو مطرح بکنیم برای بیننده‌ها که میخوان توی این برنامه مشارکت بکنن، نظرشون رو به صورت متن کتبی و یا فایل صوتی بفرستن و یه بار دیگه راه‌های ارتباطی رو اعلام بکنیم که از همین الان هم فرصت هست، حدود 50 دقیقه که میتونن بینندگان این برنامه در این برنامه ما رو مشارکت. درسته، من یه بار دیگه سوالا رو قشنگ یه بار دیگه سوالا رو میخونم. از نظر شما تاثیر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در زندگی مردم چیست و چرا حکومت است حضور و فعالیت شهروندان در اینترنت و شبکه‌های مجازی میترسه؟ از دید شما اینترنت و شبکه‌های اجتماعی چه نقشی در انتقال و تبادل اینترنت و سازماندهی فعالیت‌ها و اعتراضات موجود در جامعه داره؟ رابطه فعالیت‌ها در فضای اینترنت و در سطح جامعه به چه شکل هست؟ شما فکر می‌کنید که اقدامات حکومت برای کنترل، سانسور و جاسوسی از کاربران در ایران در منفعل کردن مردم چقدر مؤثر بوده است؟ و سوال آخر هم این که به نظر شما آیا با ارتش و بسیج سایبری میشه جلوی مبارزات مردم رو گرفت یا نه؟ همینطوری که گفتم راه‌های تماس با ما رو در پایین صفحه می‌بینید. شماره‌ای که مختص در واقع تماس با ما هست 2046 7396 81 438 هستش. خب حالا داوود میتونی الان نظر کاربران رو تو این بخش پوشش بدی. میلاد، کاربران در شبکه‌های اجتماعی پرداخته بودن به این خبری که اخیراً از طرف معاون دادستان کل کشور در مورد فضای مجازی پخش شده بود، خبر مبنی بر راه اندازی به اصطلاح بسیج سایبری و مشخصاً کاربران. من کامنت ها رو که نگاه میکردم و نکات و نظرهایی که برای ما ارسال شده بود، یعنی به نحوی به تمسخر گرفته بودن این به اصطلاح راه اندازی بسیج سایبری رو و کاربران خب گفته بودن که همونطور که خودتون میدونید این یعنی در گذشته هم جمهوری اسلامی به نحوی
میخواست کنترل کنه، محدودیت اعمال کرده بود و همون داستان فیلترینگ هوشمند و غیر هوشمند قبلا هم اینو پیگیری کرده بود. اینترنت ملی طرحهای این تیپی قبلا هم ارائه داده بودن. دقیقا. اما کاربران خوب گفته بودن راه اندازی چنین به اصطلاح بسیج سایبری در فضای مجازی نمیتونه یعنی ممانعت کنه و کنترل کنه از گردش آزاد اطلاعات در بین کاربران و گفته بودن که عملا این یک هزینه اضافه هستش و در دنیای امروز هر کس آزاده که چطور فکر کنه و تو اینترنت هر اطلاعاتی رو که بخواد به دست بیاره و با فیلترینگ و بسیج سایبری نمیتونن کنترل کنن اون گردش آزاد اطلاعات رو. من جادت که سریع بپردازم به این نظرات و میدونم وقت کم هست، نظرات هم تعداد زیادی به دست ما رسیده. کاربری با نام مستعار گفته که در دنیای امروز هر کسی آزاد از اینترنت و اطلاعات روز استفاده کند، اگر منظورشان سکس و پورنوگرافی است این مشکل فکر منحرفه آنهاست که همش روی این جریان زوم کردند. حتی سایت های موزیک و فیلم خیلی هاشون فیلتر هستند. سرکوب آزادی بیان و ترس از بیداری مردم مشکل شماست، وگرنه چند تا جوان با بازدید یک سایت مثلا دانلود بازی کامپیوتری میروند مشکلش چیست؟ کنسرت که حق رفتن ندارن، اینترنت فیلتر است، این حرام و آن حرام. قرن 21 است مگر میتوانید به زور به جنگ فناوری بروید؟ همش عزاداری و گریه که نمیشه. کاربر دیگه به اسم علی گفته که این مملکت آنقدر نهاد و سازمان و دفتر و غیره و از این گونه عناوین و سازمان ها دارد که دیگر یکی کم و یکی زیاد فرقی نمی کند. اما اینکه بسیج بعدا در فضای مجازی مانور برگزار کند، رژه برود و غیره زیاد خوشایند نیست. کاربر دیگه به اسم نقی برای ما نظرش ارسال کرده و گفته که وقتی نظامی از ترس و وحشت دست به سانسور و منع اطلاعات در سراسر جهان زد، این نشانه نامشروع بودن آن نظام را به صراحت نشان می‌دهد و همینطور به صراحت به جهان اعلام می‌کند که به هیچ وجه پشتوانه مردمش را ندارد. سانسور، پارازیت، ممانعت و جلوگیری همه نشانه نامشروع بودن نظام ملایان را اثبات می‌کند. میلاد، من جا داره اینجا بپردازم به توییت هایی که در توییتر کاربران برای ما ارسال کرده بودن و به نوعی بازنشر کرده بودن این توییت ها رو. خب مشخصا چند تا توییت در توییتر داغ شده بود و کاربران بهش پرداخته بودن. من اینجا چند تاشو من آماده کردم. هشتگ بسیج آندرلاین سایبری، هشتگ بسیج آندرلاین مجازی، هشتگ بسیج، هشتگ جاسوسی و هشتگ اکانت فیک از جمله هشتگایی بود که کاربران بهش پرداخته بودن. کاربری به اسم عباس گفته که ورود افرادی به نام بسیج به فضای مجازی تنها باعث رویارویی بیشتر و بیزاری افکار عمومی از این سازمان می شود. میلاد، میدونم وقت کمه، من در ادامه باز حتما میپردازم به نظراتی که برای ما ارسال شد. خیلی ممنونم داوود، خیلی متشکر. میدونم که نظرات بسیار زیاد هست، مجدد حتما بهت برخواهم گشت که بیشتر در واقع نظرات کاربرا رو پوشش بدید. شما هم بینندگان عزیز میتونید تو این برنامه دخالتگری بکنید، همینطور که اول برنامه هم اشاره کردم راه های تماس با ما رو میبینید، حتما میتونید روی خط بیاید یا اینکه از طریق اپلیکیشن های وایبر، واتساپ و تلگرام میتونید که پیام خودتون رو چه به صورت صوتی چه به صورت کتبی به دست ما برسونید. جا داره اینجا به این خبر هم اشاره بکنم که محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، 15 خرداد ماه سال جاری خواستار تشکیل ستاد بحران فضای مجازی شده. اون گفته که دشمن با استفاده از این فضا ارزش‌های دینی، فردی و خانوادگی رو هدف قرار داده و باید برای آسیب‌های ناشی از فضای مجازی ستاد بحران تشکیل بشه. همینطور که گفتم، خب دفعه اولی نیست که مقامات جمهوری اسلامی به نوعی ابراز نگرانی میکنند از در واقع اینترنت و فضای مجازی و خب حالا از مقامات میخوان که با اعمال هزینه‌های زیاد فیلترینگ بکنن، کنترل بکنن، یک نوع جو ارعاب بعضن ایجاد بکنن که کاربرا جرئت نکنن نظرات خودشون رو آزادانه در فضای مجازی منتقل بکنن و یا حالا گردش آزاد اطلاعات رو در واقع گسترش بدن و اخبار رو به گوش سایرین برسونن. همیشه سعی کردن به نوعی این ارعاب رو ایجاد بکنن که ما داریم کنترلتون میکنیم، تحت نظر هستید و به نوعی مواظب رفتار خودتون
باشید. تو این بخش خوبه که یک ویدیو ببینیم از علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که در واقع اومده اظهار نظر کرده در رابطه با اینترنت و فضای مجازی. به نوعی انقدر این فضای مجازی و اینترنت پر سر صدا هست و انقدر نقشش مؤثر و مهم هست که دیگه مقامات جمهوری اسلامی هم در بالاترین مقام ها که رهبری جمهوری اسلامی باشه اومدن واکنش نشون دادن، اظهار نظر کردن. بریم صحبت های علی خامنه ای رو ببینیم، در ادامه برنامه با شما حتما خواهم بود. یه نکته دیگه هم مسئله فضای مجازی است که من میخوام خواهش کنم از جناب آقای رئیس جمهور، این چون فضای مجازی واقعا یک دنیای روبه رشد غیر قابل توقفه، یعنی واقعا آخر نداره. این آدم هر چه نگاه میکنه این اون چیزی که اول بلا آخر فضای مجازی است. هر چه انسان پیش میره تو این فضا این هم تو ادامه داره. خب این اون وقت یه فرصت‌های بزرگی در اختیار هر کشوری میگذاره، تهدیدهایی هم در کنارش داره. ما باید کاری کنیم که از این فرصت‌ها حد اکثر استفاده کنیم، از این تهدیدها تا اونجایی که ممکنه خودمون رو برکنار نگه داریم. خب شورای عالی فضای مجازی به این منظور تشکیل شد. ما مثلا فرض بفرمایید که حالا توی گزارش آقای دکتر جهانگیری هم اتفاقا به این بخش تقریبا اصلا نپرداختن، یک سطر فقط راجع به مثلا این فنون بخشی که در شبکه ملی اطلاعات مؤثره اینو مثلا فراهم کرده. به جستجوگرها ایشون، چون جستجوگر چند ساله که شروع شده، جستجوگرها رو اینا رو دارن میکنن و جوونا از این طرف اون طرف، شاید چندین شاید ده ها سیستم جستجوگر رو طراحی کردن، ساختن، تولید کردن، یعنی چیز جدیدی نیست. ایشون هم رو اون تکی کردن. اما اون شبکه ملی اطلاعات که اون خیلی مهمه، اون شبکه داخلی، اون رو ما پیش نرفتیم هنوز. اینو خب آقای واعظی هم با اینکه معتقد به این قضیه هستن و دوستان همه معتقدند به این قضیه، اما خب پیشرفت نداشت. اینو بایستی انشالله دنبال کنیم که ضربه های بی جبرانی نزنیم. بله، دیدیم و شنیدیم نظر رهبر حاکمیت جمهوری اسلامی در رابطه با فضای مجازی و نوعی که حالا اومده اظهار نظر کرده، گفته که باید به نوعی کنترل بشه. یه مختصاتی از فضای مجازی در واقع این فرد برشمرد و حالا در حضور مقامات خواست که به نوعی برنامه‌ریزی بشه در برای کنترل و در واقع جهت دادن به اینترنت و فضاهای مجازی. نظر شما چی هست بینندگان عزیز؟ چقدر حاکمیت جمهوری اسلامی تونسته مردم رو کنترل بکنه؟ آیا واقعا طرح‌ها و هزینه‌هایی که توی چند سال اخیر حاکمیت جمهوری اسلامی داشته تونسته از گردش آزاد اطلاعات جلوگیری بکنه؟ نقش نقش اینترنت و در واقع شبکه‌های مجازی رو در سازماندهی تشکلات و در واقع حرکت‌های اعتراضی به حاکمیت جمهوری اسلامی رو شما چقدر مهم ارزیابی می‌کنید و اینکه آیا میتونه حاکمیت جمهوری اسلامی با این طرح‌ها مردم رو بترسونه و در واقع کنترلشون بکنه؟ راه‌های تماس با ما رو من یه بار دیگه اعلام می‌کنم: 2046 73 96 81 438، از طریق اپلیکیشن تلگرام و سایر اپلیکیشن‌هایی که در پایین در واقع تصویر می‌بینید میتونید با ما در ارتباط باشید، پیام صوتی بفرستید و یا پیام نظر خودتون رو به صورت فایل کتبی به دست ما برسونید و همچنین میتونید تماس بگیرید و روی خط بیاین مستقیم در برنامه شرکت بکنید. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، عبدالصمد خرم‌آبادی چهارشنبه 20 بهمن ماه اعلام کرده که بسیج فضای سایبری راه اندازی شده و حدود 18,000 نفر به صورت داوطلبانه فضای مجازی رو رصد میکنند، که حالا این به صورت داوطلبانه بودنش خودش جای سوال داره. یکی از جدیدترین در واقع طرحهایی هست که در واقع حاکمیت گذاشته که بتونه در واقع مردم رو کنترل بکنه. این فرد گفته که، یعنی در واقع عبدالصمد خرم‌آبادی گفته که
این افراد مواردی که در سایت ها و شبکه ها تخلف محسوب بشن رو در واقع به دادستانی کل کشور گزارش میدن. همچنین این فرد اشاره کرده که به گفته معاون دادستان کل کشور، یکی از منابع اصلی برخورد کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با سایت های متخلف همین گزارش های بسیج سایبری هستش. نظر شما چی هست بیننده کنند؟ آیا میتونن واقعا با این طرح مردم رو کنترل بکنن؟ از اتاق فرمان اشاره میکنن پیام های صوتی شما عزیزان به دست ما رسیده و آماده پخش هستش. از شما دعوت میکنم پیام های صوتی رو بشنوین. برمیگردیم در استودیوی پخش زنده برنامه رو ادامه خواهیم داد. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه بیننده‌های عزیزتون. راجع به بحث فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی باید بگم این فضا که فضایی که از طریق اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده باعث شد که مردم ایران جنبش‌ها و گروه‌های مختلف، جوان‌ها، زن‌ها، LGBT‌ها و همه کسانی که دارن توی این جامعه بهشون ظلم میشه صدای خودشون رو برسونن و یه محلی باشه برای اینکه حرف خودشون رو بزنن، دیگه ساکت نباشن، اجازه ندن به این فضای تک صدایی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده از طریق رسانه‌هاش و رسانه‌هایی که میخواد اینجوری نشون بده که مردم راضی هستن، مردم با ما هستن، طرفدار ما هستن. شبکه‌های اجتماعی این فرصت به همه ما، به خصوص من خودم در عرصه LGBT، این فرصت به ما داد که ما بیایم صدای خودمون رو برسونیم، ساکت نباشیم و بگیم که ما وجود داریم، ما هستیم، ما مبارزه میکنیم و حقوق خودمون رو میخوایم، حقوقی که با این نظام، با این روابط اقتصادی که بر اون حاکمه، با این نگاه فرهنگی و مذهبی که بر اون حاکمه امکان پذیر نیست. ما این نظام رو نمیخوایم و برای مبارزه با اون از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنیم و در این میون باید حواسمون به امنیت خودمون هم باشه و با امکاناتی که وجود داره میشه از فیلترینگ رد شد، میشه امنیت خودمون رو بالا برد و حواسمون باشه که بیگدار با آب نزنیم، در کنار اون نباید بترسیم و صدای خودمون رو پنهون کنیم. باید بدونیم بزرگترین دشمن ما سکوت ماست، ترس ماست و اینکه ما بخوایم ساکت بشینیم و بذاریم اونا هر کاری خواستن بکنن. فضای مجازی باعث شده که مردم ایران سکوت خودشون رو بشکنن، صدای خودشون رو برسونن و صدای بی صدایان شده و محلی شده برای مبارزه ما علیه این نظام، علیه استبدادی که توی اون هست و علیه این نظام نابرابر اقتصادی که این تمام این مناسبات رو هی باز تولید میکنه و این ظلم و استبداد رو باعث شده. خیلی ممنون از برنامه خوبت. سلام. خب جمهوری اسلامی از این وحشت داره که مردم یه جاهایی با هم ارتباط داشته باشن، تبادل نظر کنن و خب با این دنیای مدرنی که الان ما داریم میبینیم، مردم به راحتی تو اینترنت میتونن با هم ارتباط داشته باشن. خب جمهوری اسلامی مخصوصا از این چیزا وحشت داره و با همون جورم که ماهواره ها رو پارازیت میندازه و سلامتی مردم اصلا برایش مهم نیست، از این طرف هم میاد با اینترنت مشکل داره و با این کارا هم نمیتونه جلوی مردم رو بگیره. به نظر من شما این سرعت اینترنتی که تو ایران میبینید که خیلی پایینه، خود رژیم مخصوصا این کارو میکنه که مردم نتونن اونجا با هم ارتباط داشته باشن. کلا نشون داده همیشه از اول سانسور کرده همه چیزا رو و حتی نمیذاره مردم با هم تبادل نظر داشته باشن، چون میدونه که کل مردم ایران، یعنی به جرئت میگم بیشتر مردم ایران مخالفشون هستن، بجزونه که الان خب تو رژیم منافعی دارن و نمیتونن از این منافع بگذرن و خب میاد اونجا یه ارتش سایبری تشکیل میده، حقوق میده که بخواد جلوی مردم رو بگیره و به نظر من هر کاری که میکنه
برعکسش جواب میده و مردم بیشتر در مقابل این چیزا مقاومت میکنن. بسیار عالی، در استودیوی پخش مستقیم هستیم. نظر چند تا از بینندگانمون که در واقع به صورت فایل صوتی نظرشون رو به دست ما رسونده بودن رو شنیدیم. نظرات جالبی بود. به طور کلی بینندمون اشاره کرده بود که در واقع فضاهای مجازی و اینترنت این تک صدایی و در واقع قدر قدرتی حکومت رو در اینکه فقط صدای خودشون رو به منعکس بکنن و اخبار رو از منظر خودشون منعکس بکنن و در واقع شکسته. بینندمون به بحث LGBT ها اشاره کردن. میدونیم که حاکمیت جمهوری اسلامی با ایدئولوژی و دیدگاهی که داره همواره سعی کرده که گرایش های جنسی مختلف رو در واقع سرکوب بکنه. یکی از مهمترین در واقع اقشاری که از طریق در واقع فضای مجازی تونستن صدای خودشون رو به گوش جهانیان برسونن و در واقع دیسکورس و گفتمان حاکمیت جمهوری اسلامی رو به نوعی تغییر بدن، از طریق شبکه‌های مجازی در واقع LGBT های ایرانی هستند که همینطور که در این فایل صوتی هم شنیدیم خیلی تونستن که پیشروی بکنن در این زمینه. با یک جستجوی خیلی کوتاه در شبکات مجازی یه حجم عظیمی از در واقع مطالب و محتواهایی که پیرامون در واقع تجربیات و مشکلات و معضلاتی که LGBT های ایرانی دارن رو ما میتونیم در شبکه های فارسی زبان ببینیم و این در واقع کمکی هست که اینترنت و فضاهای مجازی به این جنبش و به این قشر از جامعه ایران کرده. افراد دیگه اومدن در واقع گفتن که حالا به حسب هر کاری حاکمیت جمهوری اسلامی بکنه مردم برعکس رو انجام میدن و این طرح هم در واقع محکوم به شکست هستش. نظر شما چی هست بینندگان عزیز؟ میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون از طریق فایل صوتی و یا فایل کتبی به دست ما برسونید. شماره تماس تا 046-73-96-81-438 هست. از طریق اپلیکیشن تلگرام و سایر اپلیکیشن هایی که در پایین صفحه میبینید میتونید با ما در ارتباط باشید. در این بخش جا داره بپردازیم به نظرات کاربرانی که در واقع نظر خودشون رو به صورت کتبی حالا در صفحات این مختلف اینترنت، حالا در صفحه شخصی این فیسبوک خودشون یا اینکه به صورت مستقیم برای ما فرستادن. فکر میکنم داوود تو این بخش چند نظر رو آماده کردی که برامون بخونید. میلاد، نظرات برای ما داره ارسال میشه. من چند تا نظر جدید به دستم رسیده و خیلی جالبه. جمهوری اسلامی از بد و اومدن اینترنت و این پدیده و همه‌گیر شدن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در میان کاربران ایرانی سعی بر این داشته که به هر نحوی محدود کنه سرعت اینترنت رو، پایین نگه داره و همین طرحی که اخیراً به نام بسیج سایبری که مطرح کرده. ولی جالب اینجاست که با تمام این حربه ها و این برنامه ریزی‌هایی که حاکمین جمهوری اسلامی کردن، مردم یعنی از این سرکوب و این ممانعت و محدودیتی که از طرف جمهوری اسلامی اعمال میشه یعنی وحشتی ندارن. برعکس، کاربران اشاره کردن به این که این حاکمین جمهوری اسلامی هستن که از این که بیشتر از این جنایت ها و گندکاری های این حاکمین برملا بشه و از این هراس دارن. و خیلی جالبه، چون این گفتم که کاربران ایرانی از بس حرفه‌ای شدن تو این بس فیلترینگ و این محدودیت، یعنی خودشون اومدن که
گفتن که خیلی راحت میتونین از فیلتر شکن ها و وی پی ان های خارجی استفاده کنید، این در صورتی که همون به اصطلاح ارتش سایبری نمیتونن یعنی پیگیری و رصد کنن وی پی ان های خارجی رو. من میخوام سریع بپردازم به این نظرات. رضا برای ما نظرش ارسال کرده و گفته که تو اون مملکت کسی کار دیگه ای نداره جز این که فقط سرک بکشن تو کار مردم که نکنه یه زمان یه چیز بد ببینن تو اینترنت. ایران رسما شده یک زندان بزرگ. بیننده دیگه به اسم مسعود برای ما نظرش رو ارسال کرده و گفته که همیشه و در 100% مواقع و تا جایی که امکان داره از یک وی پی ان معتبر خارجی استفاده کنید، نه از این وی پی ان های داخلی آشغال که دست خود سپاه و بسیج هست، و همیشه هم وی پی ان روشن باشه مگر زمانی که مثلا برای چند دقیقه شخص بخواد پرداخت اینترنتی انجام بده که آی پی ایران نیاز هست. با این روش این دلقک ها هیچ کاری نمیتونن بکنن چون تمام ترافیکی که از وی پی ان آن عبور کنه رمزگذاری و غیر قابل خواندن و غیر شفاف میشه. بیننده دیگه با اسم مستعار برای ما گفته که یعنی این 18,000 نفر فقط برای رضای خامنه ای همکاری دارن و نه چیزی میخوان و نه چیزی به آنها داده میشود. این نشان دهنده جو به شدت امنیتی و پلیسی بودن جامعه هست. بیننده دیگه به اسم ایرانی برای ما نظرش رو ارسال کرده و گفته که بیشرمی و وقاحت به کجا رسیده که جمهوری اسلامی آدم فروشی و زیراب زدن را تبلیغ میکند. هوشنگ گفته که یه چیزی تو مایه گشتاپوی آنلاین زور بی خود میزنن. دنیای آنلاین قابل کنترل نیست. من میلاد یک توییت بخونم در این بخش و صحبتامو تمام کنم. پریسا توییت گذاشته بود که اینترنت پایگاه بسیج محلتون که نیست که قدرت دست شما باشه. کل قدرتت در حد بلاک کردن و اینهاست که راه باز است. بسیار بسیار عالی، تشکر میکنم از داوود غفاری برای پوشش نظر کاربران در شبکه‌های مجازی. قطعا باز هم برخواهیم گشت و بیشتر پوشش خواهیم داد نظر کاربران رو. در همین رابطه عبدالصمد خرم‌آبادی در حالی از کنترل سایت ها و شبکه‌های اجتماعی توسط 18,000 بسیجی خبر میده که در ایران ارگان‌های مختلف از جمله پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فتا هم به رصد آنچه در فضای اینترنتی می‌گذرد مشغول است و کاربران رو کنترل می‌کند. پلیس فتا چند وقتی هست که در واقع داره کار می‌کنه و خب گویا کارآمدی لازم رو نداشته برای حاکمیت و الان 18,000 نفر دیگه بنا به آنچه که خودشون گفتن در واقع داوطلبانه رصد می‌کنند محتوای این محتواهایی که در واقع کاربران ایرانی در شبکه‌های مجازی منتشر می‌کنند و در واقع سعی خواهند کرد که به نوعی کنترل بکنند نوع رفتار مردم رو در شبکه‌های مجازی. جا داره اینجا بپردازیم به نظر یکی از چهره‌های سرشناس حاکمیت جمهوری اسلامی جوادی آملی که این فرد هم در واقع اومده اظهار نظر کرده و گفته که خب حالا جوانان چه موقعیتی در رابطه با فضای مجازی دارن و آیا این کلمه مجازی بودن درست هست که ما به کار ببریم، آیا این در واقع مفهوم رو میرسونه و اینکه چقدر مهم هست در واقع که ما فضای مجازی رو جدی بگیریم و پیرامون سیاست گذاری بکنیم و در واقع خطر رو حس کرده و هشدار داده به نوعی به مقامات. این ویدیو رو ببینیم، به استودیو پخش مستقیم برخواهیم گشت. الان اینا که تو فضای حقیقی نه فضای مجازی، این رو هم توجه داشته باشید که شما آیون اونایی که توفیق دارن به شهرستان سفر میکنن برای تبلیغ که توبا لهم و حسن و معاب، اونایی که توفیق تبلیغ ندارن لااقل این فضای حقیقی رو دریابن. ما فضای مجازی نداریم چون سیم حقیقت نیست تا بی سیم بشه مجاز. اون چهره تلویزیون حقیقت نیست تا بی چهره و بی شیشه بشه مجاز. همین که اندیشه نقل و انتقال میشه در جوانا اثر میذارن، فضای حقیقی است. ما هیچ حق نداریم بگیم فضای مجازی است. اگر سیم حقیقت بود بی سیم میشد مجاز، اگر شیشه تلویزیون حقیقت بود بی شیشه میشه مجاز. وقتی نقل و انتقال اندیشه میسر است، فکر منتقل میشود، جوان زیر رو میشود، فضای حقیقی است.
ما خودمون در بیرون این فضا طرزی باز زندگی کنیم که بیگانه نتواند سوء استفاده کند. در درون این فضای حقیقی هم باید پیامی داشته باشیم. الان اینا که تو فضای حقیقی بله بینندگان عزیز، نظر جوادی آملی رو شنیدیم. در واقع در نوع خودش جالب توجه هست، حالا تأکیدی که ایشون روی کلمه مجازی داره و گفته که واقعی هست، مجازی نیست، در نوع خودش جالب هست. میدونیم که در واقع حاکمیت جمهوری اسلامی یک از کارهایی که انجام داده در واقع سعی کرده که سرعت اینترنت رو پایین نگه داره و همچنین در واقع اینترنت رو به عنوان یک مقوله گران قیمت در جامعه در واقع تعریف بکنه، به نسبت در واقع قیمتی که مردم پولی که باید بپردازن برای اینترنت، حالا چه اینترنت که به لحاظ سرعت معمولی هست چه اینترنت پرسرعت، به یه مقایسه خیلی کوتاهی که انجام بشه با سایر کشورها خواهیم دید که در واقع چقدر اینترنت در ایران گران هست و از این طریق در واقع سعی کرده که به نوعی کنترل بکنه. این در حالیه که علارغم فیلترینگ و در واقع موانعی که گذاشته شده، خب این خواست همیشه در جامعه بوده. بعضن مقامات جمهوری اسلامی خودشون هم متوجه شدن که در واقع این پدیده‌ای هست که در بین مردم به خصوص جوانان محبوبیت داره و سعی کردن که در واقع از این فضاها استفاده بکنن. مقامات مختلف حاکمیت جمهوری اسلامی در صفحات توییتری حضور داشتن و در واقع پیام‌ها و توییت‌هایی رو همیشه پخش کردن. محسن رضایی مشخصا فردی بوده که در چند روز گذشته، در 10 روز گذشته توییت کرده و به جوان ها توصیه کرده که بیان شرکت بکنن در واقع شبکه های مجازی حضور داشته باشن و به مقامات توصیه کرده که این واقعیت رو به نحوی که وجود داره در واقع بپذیرن. پیام های صوتی شما عزیزان بار دیگه به دست ما رسید. از اتاق فرمان اشاره می کنند که پیام های صوتی آماده هست. این پیام ها رو خواهیم شنید. قبلش من یک بار دیگه راه های تماس با ما رو اعلام می کنم. از طریق شماره 2046-73-96-814-38 میتونید با ما از طریق اپلیکیشن تلگرام و سایر اپلیکیشن هایی که در زیر صفحه می بینید در تماس باشید. فایل صوتی، فایل کتبی شما به مسی که به دستمون برسه در برنامه منعکس خواهد می‌خوایم کرد. حدود 20 دقیقه وقت دارید که نظرات خودتون رو به دست ما برسونید. میریم پیام‌های صوتی شما عزیزان رو می‌شنویم، به استدیو پخش مستقیم برخواهیم گشت. رابطه با میدیای اجتماعی و تأثیر اون بر مبارزات مردم باید بگیم که تأثیر بسیار مهم و بسزایی داره و الان این میدیا مثل یک ابزاری هستش که در دست مردمه و مردم میتونن با استفاده از اون نظریات و گفته‌های خودشون رو بگن. حالا این ابزار که به مدد پیشرفت تکنولوژی بشری به طور عموم در دسترس مردم قرار گرفته خوشبختانه، میتونه در رابطه با ایده های نوین و همچنین حق طلبی های مردم به کار برده بشه و اونا رو زودتر به حق و حقوق خودشون برسونه. با تشکر. سلام میکنم و متشکر از برنامه خیلی خوبتون. موضوع اینترنت و همینطور ماهواره و در واقع پیشرفت تکنولوژی یک موردی بوده که توی چند سال اخیر توی جامعه ایران مخصوصا بین جوان‌ها و زن‌ها یک تاثیر خیلی شگفت‌انگیزی گذاشته و جامعه رو داره رو به مدرنیسم بیشتر پیش میبره و همین باعث میشه که
خب جمهوری اسلامی از این موضوع بترسه، به خاطر اینکه زنان از حقوق خودشون مطلع میشن، همینطور جوونا با دنیای مدرن غرب بیشتر آشنا میشن، از اتفاقاتی که توی جوامع مختلف رخ میده بیشتر مطلع میشن، و اینکه خب تقاضاشون و حد انتظاراتشون از جامعه بالاتر میره. ولی خب جمهوری اسلامی با مردم طوری رفتار میکنه که دوست داره مردم به قول خودمون چشم و گوش بسته به زندگیشون ادامه بدن. و اینکه خیلی از مبارزان سیاسی توی این جوامع اینترنتی با هم بر ارتباط میشن و اینکه با هم اطلاعاتی رو رد و بدل میکنن که خب همین باعث ترس جمهوری اسلامی میشه. ولی جمهوری اسلامی با سانسور کردن، با فیلترینگ و کارهای مختلفی که تا الان کرده باز هم موفق نشده که مردم رو از این کار مردم رو متوقف بکنه، و هر روز مردم با تلاش بیشتر، با پیگیری بیشتر به این فعالیت‌های اینترنتی و همینطور به این فناوری‌های جدید که هر روز روز به روز زیادتر میشه، مثلا فیلتر شکن‌های زیادی اومده، هر بار یکیشو فیلتر میکنن استفاده از یکیش مشکل میشه، ولی مردم باز یه راه جدید پیدا میکنن، چون مردم ما دوست دارن که با جامعه بیرون از ایران در ارتباط باشن. مردم ما مدرنیسم رو دوست دارن و دوست دارن که هر روز مطابق اون چیزی که جامعه های اطراف پیش میرن اونها هم پیش برن، و اینکه این راه رو یک راهی میدونن که حتی بتونن با کسایی که بیرون از ایران دارن از لحاظ سیاسی هم مبارزه میکنن در ارتباط باشن، چون اکثر مردم ایران 90% مردم ایران شاید از شرایطی که الان در ایران هست ناراضی هستن، دوست دارن حرف دلشون رو بزنن، دوست دارن فعالیت کنن، دوست دارن همکاری بکنن با همچین سیستم هایی، و این خودش بزرگترین عامل ترس جمهوری اسلامیه. مرسی از برنامه خوبتون، شب خوبی داشته باشین. بسیار بسیار عالی، سپاسگزاری میکنم از تمام در واقع بینندگانی که نظرشون رو به دست ما رسونده بودن. موضوعی که یکی از بینندگانمون اشاره کرد موضوع بسیار جالبی بود، مدرنیسم و اینکه به هر صورت زنان جز اقشاری هستن که از طریق شبکه‌های اجتماعی به حقوق خودشون آگاهی پیدا میکنن و سعی میکنن در واقع مبارزات خودشون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی سازماندهی بکنن و به حکومت بیشتر فشار بیارن. میدونم نظرات بسیار زیادی به دستمون رسیده، داوود خیلی کوتاه به چند نظر اشاره بکن. خب میلاد، من جا داره یک بار دیگه پوزش بخوام از بینندگانی که واقعا به دلیل نبوده وقت نمیشه به همین نظرات پرداخت. من سریع میپردازم به این نظرات. شایان برای ما نظرش رو ارسال کرده، گفته که همش ترس و وحشت که بین اینها راه افتاده، این جماعت از سایه خودشان میهراسند، واسه خودشان مانند روز روشن است که نارضایتی های مردم بسیار افزایش پیدا کرده و حالا قصد دارن همه چیز را کنترل کنند. کاربر دیگه به اسم محسن گفته که فضای مجازی باعث شده که دست شما و گندکاری ها و جنایت های شما واسه مردم آشکار شود، واسه همین برای همین عصبانی هستید. با پیشرفت سریع علم و فناوری در دنیا هیچ کاری نمیتوانید انجام دهید، فقط خرج اضافی و زور بی خودی. دنیای 100 سال پیش که هیچ، 50 سال و 10 سال پیش هم نیست. ثانیه به ثانیه به جلو حرکت می کنند و فناوری های نو اختراع می شود. تازه اولشه. امکاناتی در اختیار نسل های آینده قرار خواهد گرفت که ما هم همکنون با وجود پیشرفت فعلی فکرش را هم نمی کنیم. یک دنیای دیجیتالی شگفت انگیز کامل در انتظار نسل آینده است. دکان شما عقب افتاده ها نیز برای همیشه تعطیل خواهد شد. میلاد، یک نظر یکم یه مقدار طولانیه ولی جا داره بهش بپردازیم. خیلی کوتاه لطفا. هادی نظرش رو فرستاده و گفته که حکومت ایران بنا به اعتراف خاص و عام در چند زمینه شکست قطعی خورده است. تعدادی از آنها به ترتیب تاریخ عبارتند از ممنوعیت ویدیو، ممنوعیت اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی، ممنوعیت تجهیزات استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای و از همه مهمتر و بالاتر اجبار حجاب برای خانم‌ها. این نشانگر این است که قدرت حکومت فقط در زمینه‌های خشونت مستقیم است که با دستگیری و شکنجه و قتل و تجاوز میتوان با خواست مردم مبارزه کرد. آنجا که ابزار تکنولوژیک و مقاومت مدنی به عنوان سلاح در دست مردم قرار گیرد،
حکومت کاملا خلع سلاح شده و شکست خورده است. این میتواند روش خوبی برای مردم باشد که خواسته های به حق مدنی خود را که آزادی در رأس آنهاست را پیگیری کنند تا به هدف خود برسند. مبارزه بدون خشونت و خونریزی روشی که همه ملت ها در طول تاریخ بهترین نتایج را از آن گرفتند، مانند مردم هند، آفریقای جنوبی، شیلی و بسیاری دیگر. حکومت ایران به بنبست رسیده، به جایی رسیده که پولهای نفت و سلاحهای روسیه و کره شمالی و پاکستان هم دیگر کارگشا نیست. آگاهی و خرد جمعی خصوصا جوانان و خصوصا بانوان آگاه و دلیر روز به روز گسترش می‌یابد و این پاشنه آشیل این حکومت توتالیتر است. درود بر نسرین ستوده، آتنا فرقدانی، نازنین زاغری، نرگس محمدی، آتنا دائمی و غیره. و یاد باد خاطره زهرا کاظمی و بالاتر از همه قهرمان همه مردم ندا آقا سلطان. خیلی خیلی ممنونم داوود، نظر خیلی جالب و قشنگی بود. یکی از مواردی که در واقع همواره حاکمیت جمهوری اسلامی ترس داشته و در واقع موردی بوده که سعی کرده در واقع کنترل بکنه شبکه‌های در واقع اینترنتی و مجازی رو، این بوده که در این شبکه‌ها در واقع افشاگری‌هایی در رابطه با مقامات انجام میشه و خب به هر صورت دوست ندارند که این قضایا هی دائم دست به دست بشه و خب بیشتر مردم آگاهی پیدا بکنند در این رابطه، آگاهی پیدا بکنند در رابطه با در واقع اختلاس‌ها و اتفاقاتی که در کشور میفته. پیرامون همین موضوع در یک از شبکات مذهبی صحبت‌هایی کرده فردی که جالب هست که اون ویدیو رو هم ببینیم، ولی قبلش پیام‌های صوتی شما عزیزان به دست ما رسید. از اتاق فرمان اشاره می‌کنند که پیام‌های صوتی آماده هست، میشنویم نظر شما عزیزان رو، برمیگردیم در استودیو برنامه رو ادامه خواهیم داد. با سلام به شما، در مورد موضوع برنامه امروزتون میخواستم صحبت کنم. ببینید، محدود کردن هر جامعه از اون اطلاعات و داشته هایی که داره به نظر من یک اشتباه محضه. در طول تاریخ ما نمونه هایی از این تو ایران داشتیم، مثلا محدود کردن ویدیو یا محدود کردن پوشش در مثلا فیلم ها، پخش فیلم های به اصطلاح بدون حجاب زن، اینا رو داشتیم و لاجرم آخرش هم تصمیم به این شد که بتونن، یعنی با توجه به جوامی و اون پیشرفتایی که در جوامی دیگه بود، فشاری که از توی جامعه اومده، مجبور شدن که اینا عقب نشینی بکنن. محدود کردن برای فضای مجازی امروز تو ایران به نظر من یه اشتباه خیلی بزرگه، چون الان دسترسی به اینترنت از همه جای ایران قابل دسترسیه و نمیشه اصلا جلوشو گرفت. هر سدی به وجود بیارن که بخوان محدود بکنن دسترسی به اطلاعات، به هر حال اون مردم اون پلی رو که بخوان به اطلاعات دست پیدا کنن، اون پل رو میسازن و از این محدودیت گذر میکنن. مثل این وقایع، مثل این اتفاقات زیاد توی ایران افتاده و میفته. من فکر میکنم این کار عوض یک نیروی اضافه و خود به اصطلاح جمهوری اسلامی از راه استیصاله که همچین کاری رو میکنه. من میدونم که این محکوم به شکست مسلمه. ممنون. سلام دوستان خوبم توی کانال جدید. از هم بجرد از موضوع برنامه تون، همونطور که شما بهتر میدونید، جمهوری اسلامی نتونست روی دستگاه ویدئویی که از اون اول اومده بود بگیره و پشپندش در اصلا ماهواره هم که بگیره باید زیاد را انداخت و خیلی از ماهواره هم که خراب کرد و از بار انداخت پنین، ولی بازم موفق نشد و چیزی مسلم هست اینا نمیتونن جلوی مردم رو با این ترفندها بگیرن. ولی موضوع مهمی اینه که ما چطوری از این ابزارها به صورت درست بهره‌وری کنیم. متاسفانه
الان مثلا من خودم که فعلا از فقط از ابزار تلگرام استفاده می‌کنم، چون روی گوشیم فیلترشکن نمیتونم نصب کنم، به تب نمیتونم با مثلا اون سایت هایی که مورد ندارم هست ارتباط برقرار کنم. فقط تنها ابزاری که دارم فعلا همون در واقع تلگرام هست و توی کانال های مختلف تلگرام که میری همش مثلا در واقع مطالب تکراری و بیشتر شعار هست و فکر میکنم که اونطور که بایدش کنند از این ابزار درست بهره‌وری نمیشه و اعتقاد من برای اینه که بهتر میشه از این ابزار استفاده کرد، در واقع رو ساماندهی کرد که مثلا بیشتر کاربردی بشن و من اگر ممکنه نمیدونم جای امکانش هست گوشیم فیلترشکن نصب بکنم یا نه، یا من بعد نیستم اون اتاتش ندارم متاسفانه نمیتونم مثلا با اون سایت هایی که مورد نظرم هست با مثلا گوشی ارتباط برقرار کنم. من شما انتظار دارم که مثلا در این رابطه بیشتر کار بشه، بیشتر اطلاعات داده بشه و سمت سود دادن من و همسر من رو مثلا توسط مثلا دوستان کانال جدید میخوام که مثلا کاربردی تر بشه در واقع. این در نصد ما چی کاری ساخت هست که مثلا انجام بدیم و فعلا نمیتونیم. خواهش میکنم که در این رابطه ما رو راهنمایی کنید که ما توی این مقطع که احساس میکنم که هر روزی که میگذره شرایط برای من مناسبتر هست و ذهنیت مردم، شرایط عینی، شرایط ذهنی مهیاتر هست، بایستی جریانهای اپوزیسیون مثلا فعالتر عمل کنند برای سمت سودویی مردم. متشکرم. اون چیزی که مشخصه اینه که این طرحی که ریختن کنترل فضای سایبری نمیتونه کارساز باشه، چون که این روزا اینترنت فرهنگ عمومیه و همه از اون استفاده میکنن و یک نوع تبادل اطلاعات میکنن و همه دیگه به این فرهنگ رسیدن که با کارهاشون رو طریق اینترنت انجام بدن. خب اول چیزی که مهم تو فضای سایبری مهمه برای هر کاربری اینه که امنیت خودش رو حفظ بکنه. امنیت رو میتونه به صورت کلی حفظ بکنه. یکی اینکه از نرم افزارهایی که استفاده میکنن ببینن نرم افزارها چه سطحی از امنیت رو در اختیارشون قرار میده. بعضی هاشون هستن که امنیت دو مرحله ای دارن و بعضی هاشون هستن که پیغام ها و یا داده ها رو به صورت رمزگذاری شده انتقال میدن. خب این خیلی مهمه که شما داده هاتون رمزگذاری شده باشه. دوم اینه که همیشه اپ هایی که استفاده میکنید یا نرم افزار هایی که استفاده میکنید و آپدیت نگه دارید و اینی که از آخرین ورژن های اون استفاده کنید و سعی کنید که از منابع اصلی اون نرم افزار استفاده کنید. منابع اصلی منظورم اینه که مثلا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید یا سایت رسمی خود ارائه دهنده اون نرم افزار دانلود کنید که امنیتتون بتونه حفظ بکنید. دومین مسئله اینه که از وی پی ان که استفاده میکنید اون وی پی ان رو قشنگ بدونید که اون وی پی ان از کجا گرفتید و اینکه اون وی پی ان شما رو دقیقاً به کجا متصل میکنه. همیشه یادتون باشه از پروتکل های امنیتی سایت هایی که پروتکل امنیتی دارن استفاده کنید. اونا هم که به صورت مشخصن همیشه با HTTPS شروع میشه و اینی که خب میدونید که اطلاعاتتون در طریق صفحات وب به صورت رمزگذاری شده انتقال پیدا میکنه. امنیت رکن اصلی از توی کار کردن تو فضای مجازی و اون هیچ موقع نباید نادیده بگیریم. همیشه باید امنیت خودتون رو حفظ بکنید، همونطور که امنیت خودتون رو توی اجتماع و مسائل اجتماعی حفظ بکنید. مرسی از برنامه خوبتون.
بسیار بسیار عالی. در دقایق پایانی برنامه هستیم بینندگان عزیز، نظرات بینندگان این برنامه رو که از طریق فایل صوتی به دست ما رسونده بودند رو در واقع شنیدیم. جا داره اینجا بپردازیم به یک جمع‌بندی و در واقع ارائه راهکار برای در واقع بینندگان و مخاطبین این برنامه که دوست دارن بیشتر از شبکه‌های مجازی و اینترنت در ایران استفاده بکنن. تو این بخش شیرین شمس مجدد با ماست. شیرین، تو روند کلی برنامه بودی در واقع و شنیدی نظر کاربران و در واقع بینندگان رو که به دست ما رسونده بودن. مشخصا من سه تا سوال دارم. اینکه چقدر حاکمیت جمهوری اسلامی تونسته در واقع با یه چنین طرحهایی فضای اینترنتی و در واقع مجازی رو کنترل بکنه؟ سوال بعدی این هست که چقدر اینترنت میتونه مورد استفاده قرار بگیره برای سازماندهی و در واقع استفاده بکنن مردم که نظرات خودشون رو در واقع به گوش حاکمیت برسونن و در واقع حاکمیت رو مجبور بکنن که تن بده به خواسته های مردم؟ و خب حالا یه سوالی هم بینندمون از طریق فایل صوتی پرسیده بود که چه کاری از دست در واقع افرادی که در ایران دارن زندگی میکنن ساخته است؟ خوشحال میشم اگه بتونی خیلی کوتاه، چون وقتمون بله بسیار کم هست. کمه، خسته نباشید. میگم به تو مرسی. و همه دوستانی که در اتاق فرمان و استودیو بودن، همچنین بینندگان گرامی که تا اینجای برنامه با ما بودن. من یه نکته ای رو میخوام اشاره بکنم که یه بخشی از این خبری که منتشر شده مبنی بر 18000 بسیج سایبری، یک بخش زیادش تبلیغات حکومتی هست برای اینکه بخواد یه چنگ و دندونی نشون بده، حکومت بگه که آره ما مثلا کنترل داریم رو شبکه‌های اجتماعی، در اینترنت، روی وبسایت‌ها. و تبلیغی و تأکیدی بر این میشه که 18000 نیروی داوطلبانه بسیج، شما دیگه الان بسیج ساندیس خور کاملا مشخصه، برای حضور در یک راهپیمایی دیگه به صورت سمبولیک میگن یه ساندیس میگیره وارد راهپیمایی‌های حکومتی میشه. این خیلی بعیده و دور از ذهنه که 18000 نفر داوطلبانه اومده باشه بشه همچین کاری رو بکنن. این یک جنبه تبلیغاتیه که هی مدام میگن داوطلبانه داوطلبانه. و حالا جنبه تبلیغش هم بذاریم کنار، شبکه‌های اجتماعی در حال حاضر که الان مورد استفاده اقشار مختلف جامعه هست، یه انعکاسی از واقعیتی هست که داره تو جامعه اتفاق میفته که این اصلا برای جمهوری اسلامی خوشایند نیست. یه ویدیو هم تو اشاره کردی که قرار بود پخش بشه، اتفاقا توی اون ویدیو یکی از مقامات یه هست از یه حوزه علمیه‌ای که میگه که همه واقعیت‌ها رو افشا نکنید تو شبکه‌های اجتماعی، گناهه و به جهنم میرید. که اشاره هم به همین اختلاس‌ها و دزدی‌ها و حقوق‌های نجومی و تمام اون معضلاتی که مردم تو جامعه باش در ارتباط هستن و دارن باش دست و پنجه نرم می‌کنن. و به علاوه این که خب یک فضایی برای انتقال اطلاعات و انتقال اندیشه‌ها که به خصوص نسل جوان داره خیلی از این مسئله استفاده می‌کنه. و یک جنبه دیگه شبکه‌های اجتماعی در اینترنت جنبه سازماندهی شده. شما الان یه سری به همین شبکه‌های اجتماعی بزنید، خامنه‌ای داره خودش میگه وارد بشید ته نداره دیگه. شما همینطور می‌بینید کانال‌ها و گروه‌هایی که در رابطه با مسئله معضلات زنان هست، کودکان کار هست، دست فروشان هست، مبارزات کارگران، مبارزات دانشجویان، شبکه‌هایی که در حمایت از همجنسگران، دوجنسگران و همینطور ترانسجندرها ایجاد شده در رابطه با موضوع بی مذهبی، بی خدایی و خیلی موضوعات دیگه‌ای که اون جامعه بالنده ایران داره از طریق اینها فشار میاره روی جمهوری اسلامی، انتقال اطلاعات میکنه و خودش رو سازماندهی میکنه برای تغییر وضعیت. به خاطر همین این تهدید و خطر بالای سر حاکمیت جمهوری اسلامی هست. یه نکته رو میخوام اشاره بکنم، این بار دستگاه های امنیتی صحبت از میگیریم و میبندیم و میبریم و اینا نمیکنه. یعنی میدونه که دیگه این کارا اصلا جواب نمیده که ما حالا کاربرا رو میگیریم، ادمینا رو میگیریم. داره میگه که 18000 نیروی بسیج برای اینکه بگید در شبکه‌های اجتماعی چه خبره و گزارش بدن به دادستان. حالا جاسوسی هر چیزی که اسمشو میخوای بذاریم، میخواد بگه که در شبکه‌های اجتماعی مردم راجع به چی صحبت می‌کنن، راجع به چی ناراضیه، راجع به چی دارن سازماندهی می‌کنن. از این منظر این قدرتی که مردم از طریق این ابزار اجتماعی دارن خودشون رو به حکومت نشون میدن جالب توجه هست. ما بسیار کمه. مشخصا مردم چیکار میتونن الان بکنن؟ یه نکته ای رو بگم، شما پرسیدی که مثلا آیا جمهوری اسلامی میتونه کنترل بکنه؟ ببینید توی دوره‌های مختلف رو هر ابزاری دست گذاشته حاکمیت جمهوری اسلامی، حتی اگر اون ابزار رو محدود کرده
مردم رفتن ابزاری که میخواستن رو پیدا کنن. بس شکست مطلق جمهوری اسلامی تا به الان اثبات شده و از این به بعد هم نمیتونه جلوی این انتقال اطلاعات، خبررسانی ها و سازماندهی رو بگیره. یه بیننده پرسیدن که چه کار بکنیم. به نظر من استفاده درست و به موقع از همین شبکه‌های اجتماعی در اینترنت، جمع درست کردن ها، معضلاتی که جامعه باهاش درگیر هست و به گفتمان تبدیل کردن که بتونه نمود خارجی هم پیدا بکنه، که از محلات شروع میشه، از محیط زیست شروع میشه، از دانشگاه، محیط تحصیل، از محل کار، تا برسه به هر حال یک کارایی که به صورت سراسری بشه. البته فرصتمون کم میدونم، اتاق فرمانم اشاره میکنم، امیدوارم در برنامه بعدی بتونیم بیشتر بینید. حتما. خیلی ممنون هستم شیرین برای جمع‌بندی و نظرات. مرسی. ممنون. همچنین داوود غفاری اینجا همکارم در استودیو برای پوشش نظر کاربران در شبکه‌های مجازی. بینندگان عزیز، راه تماس با ما رو در پایین صفحه میبینید. این برنامه اینجا به پایان میرسه، ولی شما در تمامی ساعات روز و شب میتونید که همچنان نظر خودتون رو به دست ما برسونید و در این بحث دخالتگری بکنید. راه تماس با ما رو در پایین صفحه میبینید. تا برنامه های آینده سازمان جوانان کمونیست، لحظات بسیار خوبی رو برای شما عزیزان آرزو مندم.